سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز. گاف بزرگ صدا و سیما در پخش مصاحبه با همسر محسن فخری‌زاده، یکی از عناصر کلیدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز جمعه 7 آذر در شرق تهران کشته شد. فردی در پشت دوربین جملاتی را به همسر فخری‌زاده دیکته می کند و او هم همان جملات را تکرار می کند. و عرض تبریک به و من خواهش میکنم نذارن خونش پایمان بشه و مسیرش ادامه پیدا. گاف بعدی مربوط به این کلیپ است. بفرمایید آقا سادات اول ببینید. لحظه ای که همسر محسن فخری‌زاده جسد او را به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نشان میدهد. این کلیپ اما بیشتر به خاطر بنر نصب شده روی دیوار مورد توجه قرار گرفته. بنری که روی آن به جای یا حسین نوشته شده یا حسن. بعضی بر این باورند که بنر مذکور نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده که تصور می‌شود توسط اسرائیل کشته شده، به جای پیروی از الگوی امام حسین و جنگ، مسیر امام حسن یعنی صلح را در پیش خواهد گرفت. مقامات جمهوری اسلامی خودشان میگویند اسرائیل عامل کشتن محسن فخری‌زاده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام خود به مناسبت کشته شدن فخری‌زاده خواستار مجازات عاملان و آمران این واقعه شده، اما به نظر میرسد این مجازات احتمالاً به بازداشت و شکنجه و اعدام چند نفر در داخل کشور محدود میشود و جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه‌ای نخواهد زد. نشانه دیگری که در این ارتباط وجود دارد به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مربوط می شود. خبرگزاری فارس در گزارشی درباره جزئیات ماجرای کشته شدن فخری‌زاده نوشته او 3 ماشین حفاظتی داشته که یکی از آنها که جلوتر از بقیه بوده برای بررسی مقصد یعنی محل مسکونی فخری‌زاده از بقیه جدا می شود. فارس نوشته در همین لحظه چند گلوله به ماشین فخری‌زاده برخورد می کند ولی فخری‌زاده تصور می کند که ماشین به چیزی برخورد کرده یا موتور آن دچار مشکل شده و از خودرو پیاده می شود. فارس ادعا کرده که در همین لحظه از خودروی نیسانی که در فاصله 150 متری ماشین فخری‌زاده متوقف شده بوده از یک دستگاه تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور شلیک‌های متعددی به سمت فخری‌زاده صورت می گیرد. 2 گلوله به پهلو و 1 گلوله به پشت فخری‌زاده برخورد می‌کند که منجر به قطع نخاع وی می‌گردد. خبرگزاری سپاه همچنین مدعی شده که کل عملیات حدود 3 دقیقه طول کشیده و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تمام تیراندازی‌ها توسط سلاح خودکار کنترل از راه دور انجام شده. بدین ترتیب فارس ادعا می‌کند که عملیات ترور فخری‌زاده صرفاً با سلاح‌های کنترل از راه دور بوده و هیچ فردی در آن شرکت نداشته. این سناریو که بسیار برای ساخت یک فیلم تخیلی مناسب و جذاب به نظر می‌رسد، با اظهارات شاهدان عینی و مقامات جمهوری اسلامی در تضاد شدید است. من اینجوری که از محافظین شنیدم این بود که یه خودرو نیسان باری رو که ظاهراً چوب حمل کرده اونجا پارک کرده بودن، ولی توش مواد منفجره کار گذاشته بودن. یعنی وسط جاده رو با یه ماشین بسته؟ نه، کنار جاده پارک بوده و اونا با تیراندازی میخواستن به طریقی عمل بکنن که خودروی شهید فخری‌زاده کنار نیسان متوقف بشه و بعد انفجار رو انجام بدن. تیراندازی که میکنن، حالا چجور شده، آقای فخری‌زاده قبل از اون یا دور از ماشین نیسان متوقف میشه و از خودرو پیاده میشه. شاید احتمال میداده که تیراندازی هست و ممکنه خانومش هم آسیب ببینه، پیاده میشه. من دیگه نمیدونم که خودش هم مسلح بوده با اسلحه اومده بوده بیرون و همین باعث میشه که یه تیر به کتف ایشون اصابت بکنه و محافظایی که بعد از ایشون داشتن پشت سرش بودن اونا پیاده میشن، میان پوشش میدن ایشون رو که محافظ رو اینجا میزنن. زاربین محافظ که تیر بهش میخوره، چند 3-4 تا تیر خورده بود محافظ، از روی بدن آقای فخری‌زاده میره کنار، خود آقای فخری‌زاده رو هدف قرار میدن. به این شکل ایشون دیگه آسیب میبینه و تو همین فاصله ای که
این اتفاق افتاده نیسان رو هم منفجر میکنن. پس ذهن محافظین میره به سمت یه تله انفجاری بیشتر، که این به اشتباه میگن انتحاری، ولی انتحاری نبوده چون کسی این رو نمیرونده، بیشتر کنترل. بله، تله انفجاری بوده که اون انفجار باعث میشه که بقیه محافظین دچار شاید موج گرفتگی بشن و ذهنشون بره به سمت انفجار و اون آثاری که غلظت غبار و آثار انفجار ایجاد میکنه دید کافی نداشته باشن، و اونا چون مسلط بودن به صورت حالا یا تکتیر انداز بودن یا اسلحه خاصی رو داشتن که دوربین داشته از راه دور میتونستن شلیک بکنن. اینکه اومده کسی اومده تو جاده و شلیک کرده باشه هنوز مشخص نیست. ایشون در مسیر برگشت از آب سرد یا رستم کلا در آب سرد اونجا مورد عملیات تروریستی قرار میگیرن. عملیات هم به این کیفیتی هم یک بخش انتحاری و تل انفجاری داره و یک بخش شلیک مستقیم توسط تروریستا. حسین دهقان از فرماندهان ارشد سپاه و مشاور نظامی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم میگوید کشته شدن فخری‌زاده در نتیجه ضعف در دستگاه‌های امنیتی حکومت بوده و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند. نباید یه ماشین ضد گلوله حداقل وجود داشته باشه یا یک شرایط حفاظتی و امنیت ایشون بیشتر از این برقرار باشه؟ ببینید، یه گمان زنی هایی که در رسانه‌ها میشه یا افراد مختلف سر نظر میکنند از محل بی اطلاعی نسبت به موضوع شهید فخری‌زاده کاملا حفاظت میشه. تیم حفاظتیشون در سطوح بالای حفاظتی بود، خودروهای متناسب در اختیارشون وجود داشت و این اتفاق افتاد. اولا ببینید، ترور و تروریست اساسا اونجای نقطه قوتش هست که زمان و مکان رو خودش انتخاب میکنه و به همین دلیل یک گام همیشه از اون تیم عمل کننده جلوست. این که چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد. این هم اولین نمونهش نیست، ما قبلا همین رو تجربه کردیم. ببینید، داعش حرکت میکنه میاد حرم حضرت امام رو به اصطلاح مورد حمله قرار میده، یا مثلا میان توی مجلس شورای اسلام اونجا اقدام تروریستی میخوان انجام بدن. این که از کجا این رخنه و نفوذ صورت میگیره، این اونجاییست که امروز باید مقامات مسئول جواب بدن. ولی کار تروریست ها اینه که خب زمان و مکان رو انتخاب کنن، قبلا بررسی میکنن، طراحی میکنن و موقع هم اجرا میگذارن. این غفلت رو، این رخنه رو، این نفوذ رو، این شکاف رو باید رفع پیدا کرد که این مسائل تکرار نشه. در خدمت این که حالا جزئیات حادثه اصلا همونی است در اخبار منعکس شده و نشد بیاد هم من درست نباشه که وقت آنتن رو بگیرم بابت جزئیات، ولی محل حادثه که همونطوری که در اخبار منتشر شده بود. شما خودتونم اونجا بودی؟ من با فاصله خیلی کمی رسیدم به حادثه چون فاصله نزدیکی داشتم، ولی لحظه حادثه نه اونجا نبودم، ولی با فاصله خیلی کمی رسیدم به اتفاق. اینطور که ما شنیدیم، حامد خان، این شهید بزرگوارمون لحظه شهادت در آغوش همسرشون و در واقع آغوش مادر بودن، این صحت داره برام میگید؟ بله بله، دقیقا همینطور بودن. حالا نمیخوام با گفتن جزئیات حادثه دل شنوندگان و بینندگان شما رو درد بیارم و وقت آنتن رو بگیرم، ولی از لحظه شروع حادثه تا پایان حادثه مادر همراه ایشون